کتاب رستاخیز تولستوی با ترجمه سروش حبیبی که یکی از رمان‌های خیلی خوبه و تا این اواخر ترجمه خوبی ازش وجود نداشت، حالا این ترجمه خیلی خوب ازش منتشر شده. ترجمه های فراوانی ازش شده بوده، من خیلی در ایام نوجوانی و جوانی خونده بودم، اما این ترجمه که چاپ اولش چند ماه پیش صورت گرفته خیلی ترجمه خوبیه. و خب افکار عمده تولستوی رو بعد از تحول روحانی و معنوی تولستوی بیشتر نشون میده. من خودم به نظرم میاد 7 نکته توی این کتاب خیلی بزرگه که حالا از اجتماعی شروع کنیم به طرف فردی بریم شاید بهتر باشه. نکته اول این که نظام قضایی و جزایی هیچ وقت برای احقاق حق و برقراری عدالت و رساندن حق به حقدار و ظالم رو سر جاش نشوندن پدید نیامده. نظام قضایی و جزایی هر مملکتی برای حفظ نظم موجود به سود کسانی که قدرت رو فعلا در دست دارند پدید اومده و بقیه چیزها دیگه بهانه است، ظاهر سازیه، اومده که کسی نظم موجود رو به هم نزنه و قدرت رو نگذاره از دست قدرت مداران. حالا چه قدرت مدارانی که قدرتشون قدرت سیاسیه، چه اونا که قدرتشون قدرت از سنخ ثروته و چه اونا که قدرتشون قدرت از سنخ فرهنگه. یعنی یکی دولت مردان و کسانی که قدرت رو در دست دارند، یکی ثروتمندان و یکی هم کشیشان و آخوندهای اون دین و مذهب مسلط بر جامعه. این اومدن حفظ کنن. نکته اول. نکته دوم اینه که با خشونت هیچ وقت نمیشه جلوه تکرار ظلم را و تکرار خشونت را و تکرار نابسامانی جامعه را گرفت. شما هر چه خشونت را بیشتر بکنید با مجرمان بیشتری تولید میکنید یا مجرمان سابق را مجرمتر میکنید و این لوپ رو، این سیکل رو، این دور باطل رو نمیتونید متوقفش کنی مگر اینکه قیچی محبت بیاد و با این محبتی که به میدون میاد هر کسی دیر یا زود برمیگرده به راه صلاح. ولی با خشونت و قل و زنجیر و شلاق و گرسنگی دادن و اعدام و اینها هیچ وقت وضع جامعه بهتر نمیشه. هیچ وقت با اعدام و قصاص و این حرفا هیچ وقت جامعه بهتر نشده. باید به عیسی توجه کرد که میگفت فقط با محبت میشه جامعه رو بهتر کرد. این هم نکته دوم. نکته سوم اینه که کسانی که از قدرت سیاسی یا قدرت مالی برخوردارند یا حتی قدرت فرهنگی مثل روحانیون، اینا زندگیشون به مراتب پوچتر و بی‌معناتر و در درون خودش پوچتر از مردم کوچه و بازاره. ظاهر زندگیشون خیلی شیکه، متجملانه، از همه آه میکشن با دیدن زندگیشون، ولی ته دلشون هیچ کدامشون عزت نفس ندارن، هیچ کدامشون
با سکون و طمأنینه زندگی نمی کنند، هیچ کدام لذت واقعی نمی برند. چرا؟ به خاطر اینکه برای نگه داشتن این وضع دارن ضوابط اخلاقی رو زیر پا میگذارن، و وقتی کسی ضوابط اخلاقی رو زیر پا گذاشت، مطلوب های روانشناختی ازش گرفته میشه. دیگه نه زندگیش معنا داره، نه امیدی تو زندگی خودش میبینه، نه رضایتی از خودش داره، نه با خودش در آشتیه، نه با دیگران در آشتیه، به خاطر اینکه خیلی خطای اخلاقی در اینکه باطن آدم پوک بشه موثره. و اینا بالاخره باید دروغ بگن برای حفظ این وضعشون، باید تکبر بورزند، باید ظلم کنند، و تا بتونن به همون حال که هستن بمونن، یا حتی از این اردبان بالا برن. و خب اینا همه اون مطلوب های روانی رو ازشون میگیره، یعنی زیر پا گذاشتن مطلوب های اخلاقی، خب کیفرش اینه که مطلوب های روانی گرفته میشه. این هم نکته سومیه که مهمه. نکته چهارم اینه که دیگه کم کم داریم به طرف فردیت پیش میریم. نکته چهارم هم اینه که اکثر ما داریم آنچنان که دیگران به ما القا کرده هم زندگی میکنیم، نه آنچنان که شهود باطنی خودمون میگه و حکم قلب خودمونه و حکم دل خودمونه. به فتوای دلمون عمل نمیکنیم، و به محض اینکه کسی به فتوای دل خودش عمل بکنه، تو جامعه تک میفته و مردمان تصویبش نمیکنن، حتی پدرش مادرش تقبیحش میکنن. انگار یه راه کوفته ای که همه گذشتگان رفتند، انتظار دارم تو اون راه بری، تا که حکم وجدانت میگه این راه راه خطاییه و از این راه میخوای کما بیش انشعاب حاصل کنی، اون وقت شروع میکنن تخته کردن. یکی میگه این دیوانه است، یکی میگه این ساده لوحه، یکی میگه این میخواد ما رو گول بزنه، ظاهر فریبه، یکی میگه این اختلال دماغی داره، یکی میگه اصلا فهم و درایت طبیعی جبلیشو نداره، و هیچ کس نمیگه که شاید این داره به فتوای دل خودش عمل میکنه. و ما هم برای اینکه این تخته اجتماعی شامل حالمون نشه، دیر یا زود به فتوای دل خودمون پشت میکنیم و میگیم خب حالا دلمون میگه این کارو نکن ولی مردم میگن بکن، ما میکنیم. دلمون میگه این کارو بکن ولی مردم میگن نکن، پس ما نمیکنیم. اگر هر کسی مثل اون پیر مرد جنده پوشه، اون آخره اواخر داستان، به حکم وجدان خودش عمل بکنه، همه اون به نظر میگن این خله چله دیوونه است، مشاعرشو از دست داده اینا. و اگر ما نمیترسیدیم از اینکه پیش مردم آبرو و حیثیتمون از بین بره و احتراممون از بین بره و محبوبیتمون از دست بدیم، اون وقت به فتوای دلمون عمل میکردیم، اون وقت میدیدیم که همه چیز برای ما نورانی و باصفا میشود. اینم نکته چهار. نکته پنجمی که وجود داره و اونم خیلی مهمه اینه که یک حادثه کوچک میتونه یک زندگی رو از میان ببره. تو نباید به کوچکی خطایی که کرده ای نگاه کنی. یک کسی که داره در یک زندگی میره که اگر به همون روال میرفت زندگی بهروزانه داشت، با یک ضربه که از نظر تو یه ضربه است، فقط از نظر تو یک بی احترامی است، از نظر تو یه هتکه، از نظر تو یک ظلمه، ولی این در جهان او یک زلزله ایجاد میکنه که دیگه نمیتونه به اون روال عادی بره. و اینه که نگاه نکن به کوچیکی کاری که میکنی. ممکنه یک مثلا در این داستان یه حد که ناموس یک لحظه ای تو انجام بدی و یک زنی رو که میتونست همه یه مدارج عالی معنوی و اخلاقی و همه چی طی بکنه، اینو میتونه نابودش کنه و بکشونش به هزار چیز. عکسش هم البته صحیحه. بدترین انسان ها رو هم وقتی بهشون محبت کنید، که اونم در زندگی همین شخص پیش اومد، ولی اونا برمیگردن
بنابراین نه محبت تو دست کم بگیر و نه ظلم و تجاوز و تعدید رو دست کم بگیر. هم اون میتونه یکی رو آباد کنه محبتت و واقعا زندگیش رو بندازه در یه روالی که تا قیام قیامت روال خوبیه برای خودش و نیاکانش و اسلافش اخلافش، و هم از اون طرف میتونه یه خشونت، یک ظلم، یک تعدی، تجاوز هم میتونه کسی رو نابود کنه و اون نابودی به بندش برسه و اون و به همین ترتیب. اینم یک مطلبه که اینم تو این بود. و مطلب بعدم این که مطلب در واقع ششم این که همیشه امکان توبه برای هر کسی هست. هیچ وقت نمیشه گفت که اینو دیگه باید دست از شست. از اون ور همیشه امکان خطا برای کرد و هیچ کسی نمیشه گفت این دیگه تا آخر عمرش. یعنی به همون جمله معروف ارسطو که تا کسی نمرده نمیشه گفت سعادتمند بوده یا شقاوتمند. آدم کاملا درست کار میتونه خطا بکنه، آدم کاملا خطا کار میتونه درست بکنه. همین قهرمان داستان، این یک جوان نوجوان بسیار پاک معصومه ولی افتاد به یک زندگی بسیار بد، همین آدم هم بعد افتاد به یک زندگی بسیار خوب. یعنی هم اولش رو نمیشون گفت تا آخر خوب میشه و نه دومش هم گفت تا آخر بد میمونه. امکان توبه همیشه هست. و اما آخرین نکته که به نظر من عمیق‌ترین نکته است اینه که تو آنچه را باید بکنی انجام بده، به این که دیگه دیگران چه استنباطی میکنن از کارت و چه تفسیرهایی بر کارت میکنند نداشته باش. الان همین قهرمان داستان هر کسی کارش یه جوری تفسیر میکرد کار این قهرمان داستان رو، ولی این فهمیده بود که کار من اینه که این زنی رو که خودم انجاختمش به این منجلاب تا اونجا که میتونم از این منجلاب بیارمش بیرون، ولو از خود این زن گرفته تا بقیه تفسیرهای خیلی متفاوت، از مثبت مثبت گرفته تا منفی منفی میکردن. اینه که به خودت رجوع کن ببین خودت چی داوری میکنی در باره کارت. دیگران داوریاشون الا ماشاءالله هم متحول و متبدل میشه، هم متفاوت با همه، هم داوری یه آدم میتونه هی عوض و بدل بشه نسبت به تو و هم داوری های آدم ها با هم فرق میکنه نسبت به تو. تو خودت ببین که این کاری که میکنی از نظر خودت درسته یا از نظر خودت درست نیست. بله خب مترجمم که یکی از بهترین، یکی از معدود بهترین مترجمان ایرانه، مخصوصا گمان میکنم که در سه ناحیه خیلی مترجم برجسته است. یکی جمله های حالیه را خیلی خوب ترجمه میکنه، یکی تو انگلیسی معمولا با ING فرم میاد و تو زبان عربی به صورت مصدر منصوب میاد و تو فارسی قید حالت بهش میگیم. اینا رو خیلی روش خوبی در ترجمهش داره که مثلا وقتی که فرض کنید در زبان انگلیسی به یه ING فرم برمیخوریم، ایشون جمله را به صورت اسم فاعل تام نه اسم فاعل ناقص میگن دستهای خود را جنبان. جنب البته نمیگن که اسم فاعل ناقصه، جنبان. در حالی که اون داشته میگفته wavering his hands، اینشون میگن دستهای خود را جنبان. به کار میبرن که این خیلی هم شکیل و زیباست و هم حشو و زوائد توش نیست. ما باشیم میگیم در حالی که دستهای خود را می جنباند.